خب با سلام خدمت دوستان عزیز، من پیمان قادر کورپس هستم و جلسه دهم CSS رو میخوام که شروع کنم. موضوع این جلسه نحوه استایل دادن به لینک ها هستش و خب برای اینکه ما یک لینکی رو در صفحمون قرار بدیم، همونطور که قبلا یادتون داده بودم، ما از تگ A یا همون انکور استفاده می کنیم و شاید بگید که CSS و استایل دادن به اون هم کافی که ما مانند بقیه چیزهایی که ما به اونا استایل می دادیم یک A بنویسیم و یک کروشه باز و اینجا استایلمون رو قرار بدیم، ولی نه اینجوری نیستش و به این سادگی ها هم نیست و لینک ها یک مقدار از اون چیزی که ما فکر میکنیم پیچیده تر هستند. در حقیقت لینک ها حالت یا استیت دارند و استیت اساساً در اینجا و در این مکان خاص، یعنی حالت های مختلفی که یک لینک میتونه داشته باشه و ما در CSS ما میتونیم از طریق این حالت ها بگیم که چطوری باشه و کی چه چیزی چی بشه و ما میتونیم اینا رو بر روی لینک هامون اعمال کنیم. خب میخوام که قبل از شروع برنامه نویسی من حالت های مختلف یک لینک رو به شما بگم و بهتون نشون بدم و بعد بریم به صورت عملی اینا رو کار کنیم. حالت اولی که یک لینک میتونه داشته باشه حالتی هستش که وقتی ما اولین باری که یه صفحه رو داریم میبینیم و تازه اونو مشاهده کردیم میتونیم داشته باشیم، یا به عبارت حالت first visited هستش که ما هنوز روی لینک های اون صفحه مورد نظر کلیک نکردیم و اون لینک ها لینک هایی هستن که اولین بار ما اونا رو میبینیم. حالت دوم حالتی هستش وقتی که ما روی اون لینک ها کلیک کردیم قبلن و قبلا وارد اون صفحات شدیم و به عبارتی حالت ویزیتد هستش. سومین حالتی که یک لینک میتونه داشته باشه حالتی هستش که وقتی رو ماوس شما روی اون لینک قرار میگیره و یا به عبارتی روی اون هاور میشه، ما به این حالت هم میگیم حالت سوم، یعنی قرار گرفتن ماوس روی لینک. و حالت آخر هم میشه حالتی که ماوس شما روی لینک قرار گرفته و روی اون در حال کلیک کردن هستی و شما هنوز کلیکتون و انگشتتون که روی اون کلیک کرده رو بالا نیاوردید و اون هم خودش یک حالته که حالت آخر ما میشه. پس ما برای هر لینک 4 تا حالت مختلف داریم و طبیعتاً باید از طریق CSS بتونیم که این 4 تا حالت رو ما استایل بدیم و این 4 تا استیت رو هم ما بتونیم تعیین کنیم، 4 تا استیت یا حالت رو. پس من امروز نه تنها بهتون یاد میدم که چطوری شما استایل یک لینک رو عوض کنید، بلکه میخوام بهتون نشون بدم که چطوری استایل هر یک از این حالت ها رو هم تعیین کنید. خب ما میدونیم که المنت قرار دادن لینک A هستش و یا همون انکور هستش. پس من امروز به یک لینک نیاز دارم و در قسمت بادیم یک تگ انکور اضافه میکنم و اینجا میزنم ahref و طبیعتاً اون رو به سایت irsarzamin.com لینک میکنم. و خب من میخوام که از اول همه چی رو شما ببینید، بنابراین از خودم مثلا اینجا میزنم visit.html و لینکی که وجود نداره و هنوز روی اون کلیک نکردم رو خودم ساختم در IR سرزمین. اینجا می‌نویسم IR سرزمین و حالا من الان یک لینکی به IR سرزمین ساختم. خب من اینو اجرا میکنم تا شما ببینید. همطور که میبینید ما الان یک لینک ساختیم. برای اینکه حالا فقط یک لینک نباشه، من اینجا یک تکست رو هم اضافه میکنم، this is just normal text، و اون رو ذخیره میکنم و دوباره اجرا میکنم.
پس حالا ما یک لینک داریم و یک تکست معمولی و همینطور که میبینید اگر موسم رو روی این لینک قرار بدم یک حالت به وجود میاد. وقتی که روی این اون لینک دارم کلیک میکنم همطور که میبینید الان قرمز شده و این خودش یک حالتی هستش. این لینک قبلا من روی این کلیک نکردم و الان به صورت آبی نشون داده میشه و این خودش یک حالته و وقتی که روی اون کلیک کرده باشم و وارد اون صفحه شده باشم به صورت دیفالت به صورت بنفش نمایش داده میشه که حالا من اینجا مثلا ما روی این لینک کلیک کردیم و به صورت بنفش نمایش داده شده. و خب حالا میخوایم که ما به این حالت‌های مختلف استایل بدیم. ببینید شاید شما نخواهید که یک لینک بعد از اینکه حالا مثلا روی اون کلیک شد به صورت دیفالت خودش و بنفش نمایش داده بشه و یک خط هم زیرش باشه همونطور که ما الان دیدیم، یا اینکه یک لینکی که هنوز روش کلیک نشده نخواهیم که اون رنگی باشه که به صورت دیفالتش باید باشه و براش تعیین شده. پس من اینجا در قسمت استایلم میخوام که حالت اولمون رو که همون حالت ویزیت نشده است و این حالت رو من میخوام که تعیین کنم و در اینجا مینویسم ای، یعنی میخوام روی تگ ای کار کنم و یک دو نقطه قرار میدم و اینجا حالتم رو مینویسم که حالت اول و دیفالت برای لینکی که روش کلیک نشده. ببخشید. خب دوستان کجا بودیم؟ آها، ما داشتیم به یک لینک که میخواستیم استایل بدیم، حالت اول بود و خب بعد از این که ما ای رو نوشتیم و یک دو نقطه قرار دادیم و حالت اول که اون رو مشخص کردیم، یعنی در قسم ما حالتش رو مشخص میکنیم، اینجا یک کوشه باز میذاریم و اینجا مثلا استایلمون رو قرار میدیم. مثلا من کلور رو برابر رد قرار میدم و حالا خیلی سریع برم جلو، تکست دکوریشنش رو برابر نان قرار میدم و خب اونو ذخیره میکنم و بهتون نمایش میدم که حالا ما چی کار کردیم. همطور که میبینید الان لینکی که ما ساختیم یک لینک قرمز رنگی هستش که در حالت فرست ویزیتد و اولین باری که ویزیتور وارد میشه این حالت برای لینک به اون نمایش داده میشه و حالا من روی اون کلیک میکنم تا حالت دوم رو شما ببینید. همطور که میبینید الان لینک به رنگ ویزیت شده در اومد و الان به رنگ حالا چیز شده، بنفش در اومده. خب پس من اینجا میخوام که حالت دوم رو بهتون نمایش داده بدم، یعنی و اینجا میتونم ای دو نقطه برای اینکه لینکی که قبلا روی اون کلیک شده و ما حالت اون رو قبلا نشون دادیم این حالت میشه حالت ویزیت و یعنی که ما قبلا روی اون لینک کلیک کردیم و حالا که ما حالتش رو مشخص که یک کروشه باز دوباره میذاریم و مثلا این دفعه من کلور رو برابر گرین قرار میدم و یک کروشه بسته و حالا اون اجرا میکنم تا شما ببینید. همطور که میبینید الان رنگ لینک ما به رنگ سبز در اومد و الان برای لینک هایی که ما قبلا روی اون کلیک کردیم رنگ سبز رو نشون میده. خب حالا برگردیم برنامه سیمون، حالت سومی که وجود داره. حالا من قبل از این که حالت سوم رو بگم باید بهتون بگم که شما الان استایل دادن به لینک هایی که ما روی اون هنوز کلیک نکردیم و روی اونها قبلا کلیک کردیم رو بلدیم و این دوتا حالت حالت های اصلی هستند. و خب حالا دو حالت دیگر هم وجود داره که یکشون حالتی هستش که وقتی ماوستون روی اون لینک قرار داره ما بهش میگیم، یعنی ما اون حالت رو میگیم. خب حالتی که ماوس روی اون قرار داره به انگلیسی میشه هاور و شما کافیه که همون انگلیسی اون رو بنویسید، یعنی هاور.
و حالا یک من کروشه باز قرار میدم و اینجا مثلا میسم بکگراند کلورش بلو بشه، وقتی که موس روی اون قرار گیره روی لینک هم قرار گیره و کلورش رو مثلا قرار میدم سفید باشه وایت، و حالا مثلا تو خط بعدی می نیسم که تکست دکوریشنش مثلا اندرلاین باشه، مثلا زیر خط داشته باشه البته، و همینطور میخوام که اینجا بنویسم که وقتی که میاد لینک هم روش میاد فونت ویت هم داشته باشه و بولد بشه. خب پس ما الان 4 تا رول برای حالتی که لینک روی موس روی اون هاور میشه قرار دادم. حالا من اینو اجرا میکنم تا شما ببینید الان حالتی هست که هنوز موس هم روی این اون نیست و چون ویزیت شده به رنگ سبز در اومده. نگاه کنید وقتی که موس هم روی این لینک قرار میگیره هم آبی میشه پس زمینش، و همین که خود رنگ این لینک به سفید میشه و یک آندرلاینی هم زیر اون میاد که حالا زیاد مشخص نیست. پس ما الان حالت سوم رو هم مشخص کردیم و خب میرسیم به آخرین حالت، و حالت آخر هم حالتی هستش که موس روی اون لینک قرار داره و شما کلیک کردید و هنوز انگشت کلیکتون اون پایینه و هنوز بالا نیاوردید و کلیکتون هنوز تموم نشده. ما به این حالت میگیم Active State در انگلیسی، و برای اینکه ما این حالت رو هم تعیین کنیم یک A، یعنی میخوام روی تگ A کار کنیم، 2 نقطه، و حالا حالتی که روی اون قرار داریم رو مینویسیم. حالت آخر میشه Active، یعنی که در حال Active و کلیک شدنه، و مثلا در این حالت من Backgroundش رو قرار میدم Orange یا همون نارنجی که شما ببینید. خب من اینو ذخیره میکنم و حالا بهتون نمایش میدم. همطور که میبینید وقتی که موس هم روی اون قرار میگیره به رنگ آبی در میاد، وقتی که روی اون کلیک میکنم الان لینک من رنگ نارنجی شد و نارنجی رنگ شد. این به این خاطر که ما تو CSS مون اینا رو تعریف کردیم. خب جالبه نه، ما این همه کار میتونیم از طریق CSS انجام بدیم و این نمونه هایی از کارهایی هستن که ما میتونیم کم کم و در حرفه‌ای شدن از طریق CSS این کار رو انجام بدیم. این جلسه منم امروز به پایان میرسه. جلسه بعد در مورد استایل دادن به جدول ها خواهد بود، و خب قبل از اینکه من تموم کنم حرفم رو میخوام که بهتون بگم اگر وبلاگ یا وبسایتی دارید حتما لینک ما رو در وبلاگ یا وبسایتتون قرار بدید، و لازمه که بدونید که این به این معنا نیستش که من میخوام شما رو لینک کنم یا با شما دوستان عزیز تبادل لینک داشته باشم. خب این ویدیوها رایگان هستن و دارن به شما تدریس میشن و شما در سرکنه یه چیزایی رو یاد میگیرید. اگر شما دوست داشتید که حالا جبرانی کرده باشید میتونید لینک وبسایت من رو در وبسایتتون قرار بدید یا این وب رو به دوستانتون معرفی کنید. جلسه امروز من هم به پایان میرسه. جلسه بعدی در مورد استایل دادن به جدول ها خواهد بود. فعلا همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.